عرض سلام خدمت همه دوستان و همراهان ما در دوره آموزشی توسعه برنامه نویسی اندروید بر پایه جاوا. در این جلسه همچنان در ادامه جلسه گذشته قصد داریم بر موضوع شیگرایی توضیحاتی رو خدمت شما دوستان ارائه بدیم. در جلسه قبل اگر خاطرتون باشه ما با بحث کلاس و شیء مفهوم شیگرایی رو آغاز کردیم و بحث شیگرایی رو آغاز کردیم و خدمت شما دوستان توضیح دادیم که چطور یک کلاس رو در محیط اندروید استودیو ایجاد بکنید، متغیرها و حالا متدهایی رو در اون کلاس پیاده سازی بکنید و چطور از روی این کلاس یک شیء بسازید با استفاده از کلمه کلیدی نیو، یک شیء بسازید و از اون شیء حالا ویژگی هایی که دقیق دارد از شناسه اون شی و رفتارهای اون استفاده بکنیم. در این جلسه قصد داریم ابتداعا در رابطه با کانستراکتور یک توضیحی رو خدمت شما دوستان ارائه بدیم و بعد از اون به مفهومش ارث‌بری یا وراثت در مبحث شیگرایی اشاره بکنیم. بسیار خوب، بریم سراغ کلاس انیمال که با همدیگه در جلسه قبل ایجاد کردیم. ما خدمت شما دوستان توضیح دادیم که متغیرها رو سعی میکنیم برای اینکه حالا یک استاندارد تر بنویسیم و مزیت این کار رو هم متوجه شدید که ما متغیرهامون رو به صورت پرایویت تعریف کردیم و برای هر متغیر دو متد ست و گت رو پیاده سازی کردیم. حالا اگر در صورتی که نیاز داشتیم یا مد نظر ما این بود که یک متغیر خارج از کلاس مورد نظرمونه، مثلا در کلاس لانچ اکتیویتی قادر به تغییر مقدارش نباشیم، خب متد ست رو براش در نظر نمی گرفتیم، مثل متغیر وزن که ما این کار رو باش انجام دادیم، متد ست رو براش در نظر نگرفتیم و فقط یک متد گت براش پیاده سازی کردیم و در نتیجه و چون که خود این متغیر هم سطح دسترسیش پرایویت هست، در کلاس لانچ اکتیویتی قادر به تغییر مقدار ویت نخواهیم بود. بسیار خوب، یک بار دیگر من همه این متدها رو پاک میکنم. در جلسه گذشته ما این متدهای ست و گت رو خودمون دستی نوشتیم، این بار میخوام یک میانبر رو به شما دوستان عرض بکنم. اگر من همه این متدها رو پاک بکنم و شما بر روی کلید کنترل و اینتر بزنید، کنترل رو بگیرید و اینتر بزنید، میبینید که برای ما یک منوی در این قسمت باز خواهد شد که به ما خواهد گفت که میخواید برای این کلاس یک کانستراکتور تعیین بکنید، یا متد گتر یا ستر یا گتر اند ستر، هر دو متد رو قصد داریم پیاده سازی بکنیم. خب من قصد دارم گتر اند ستر رو کلیک میکنم و در پنجره بعدی که باز میشه قصد برای کدام یک از متغیرهامون متد گتر و ستر رو پیاده‌سازی کنیم. من میگم که فقط برای نیم و ایج میخوام متد گتر و ستر پیاده‌سازی بشه. با کلیک اوکی میبینید که متد گتر و ستر برای نیم و همینطور ایج پیاده سازی شد. دقیقا مشابه همون کاری که ما خودمون دستی متدها رو نوشتیم، اما خب این راه در صورتی که متد متغیرهامون زیاد باشه به این شکل میتونیم خیلی سریع متدهای گت و ست رو برای متغیرهامون پیاده سازی بکنیم. مجددا کلید کنترل و اینتر رو فشار میدم و قصد دارم برای متغیر وزن فقط یک متد گتر رو پیاده‌سازی کنم. پس بر روی گتر کلیک میکنم و به صورت پیش فقط وزن هست که براش متد گتر پیاده‌سازی نشده. اوکی میکنم و متد گتر هم برای وزن پیاده‌سازی شد. و خب مشکلی هم در اینجا نخواهیم داشت چون دقیقا ما با همین نامها متدهامون رو در جلسه قبل هم ساخته بودیم. اما همونطور که در این قسمت مشاهده کردید وقتی بنده کلید کنترل و اینتر رو میزنم کلمه‌ای رو خواهیم داشت تحت عنوان کانستراکتور. کانستراکتور در حقیقت یک متد هست هم نام با نام کلاس ما. اجازه بدید به منده من بر روی کانستراکتور کلیک بکنم و سلکت نان رو من میزنم این بار
ببینید یک متدی در اینجا در این کلاس نوشته شده که هم نام با نام، ببینید چند ویژگی داره، هم نام با نام کلاس من هست. تفاوتش با متدهای دیگه در این هست، یک متدی است هم نام با نام کلاس من هست و خب هیچ گونه خروجی اینها نه وید هست نه چیز دیگری براش ما نمی نویسیم. خب به صورت پیش فرض هم پابلیک هست، اما من میتونم کانستراکتورم رو پرایویت تعریف بکنم به این شکل، که حالا در این رابطه بعدها توضیح خواهیم داد که چه مزیتی داره که ما یک کانستراکتور رو بخوایم پرایویت تعریف بکنیم، اما در حال حاضر ما کانستراکتور رو پابلیک تعریف میکنیم. شما در صورتی که کانستراکتورتون رو به صورت پرایویت تعریف بکنید دیگه قادر به نیو کردن و یا شی ساختن در کلاس دیگر نخواهید بوده. به این شکل اگر من یک بار این رو پرایویت بکنم در این کلاس لانچ اکتیو، این به بنده خطا خواهد داد که کانستراکتور ما پرایویت هست و شما دیگه قادر به نیو کردن این کلاس و ساختن یک شی از این کلاس در کلاس های دیگر نخواهید بود. به صورت پیش‌فرض اگر منده برای کلاسم کانستراکتور تعیین نکنم، خب یک کانستراکتور وجود داره که پابلیک هم هست. خب یک بار دیگه میتونیم خودمون هم دستی این کارو بکنیم، پابلیک یک متد بنویسیم با نام هم نام با نام کلاسمون و پابلیک هم در نظرش میگیریم. فعلا پابلیک در نظر میگیریم. انشاء در جلسات آینده در رابطه با اینکه اگر کانستراکتور پرایوت در نظر بگیریم اصلا چه فایده‌ای برای ما خواهد داشت و چه کاربردی، چه زمانی ما کانستراکتور رو پرایوت در نظر میگیریم، ولی فعلا و به صورت پیش‌فرض ما همیشه کانستراکتور رو به صورت پابلیک در نظر خواهیم گرفت.